بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما از قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما 79 نهمین درس از کیمیای صنف دهم را میخوانیم درس ما در مورد تعاملات تعویزی دوگانه هست درس گذشته ما در مورد تعاملات تعویزی یگانه بود گفته بودیم یک انصار فعال جای یک انصار کمتر فعال را میگیره. اما در تعاملات دوگانه قضیه یک مدل دیگه هست در اینجا جای انیونها ها و یا کتیون ها در تعامل تعویز میشن بین دو دانه مرکب در اینجا هم بر ما و شما آمده گفته گفته به عبارت دیگر آیونهای های دو مرکب جاهای یک دیگر را در مرکب اشغال می نمایند جاهای یک دیگر را در شکل بر ما نشان داده فرض کنید یک آیون یه دیگه آیون سفید ها رو میگیریم کتیون کتیون یعنی آیونی که مثبت است اینایی که خیره تر هست خاکستری میگی میشه اینا رو میگیریم انیون انیون یعنی ذره که چارج منفی داره اینا جاهای خود را تبدیل میکنن خب دقت کنین این لوزی خب این مثلث شکل از به این خاطر ها رو مختلف نشان داده که یعنی اینا آیون های متفاوت هستند یکسان نیستند لوزی آمده امرای جای ازو رفته و او آیون آمده به جای از دیگر اینی رقم یک تعامل به نام تعامل تعویزی دوگانه یاد می کنند تعاملات تعویزی دوگانه بین دو دانه مرکب به وجود می آیا. و در نهایت دو دانه مرکب جدید حاصل میشه و البته یک سلسله شرط و شرایط داره در بین مرکب که جدید حاصل میشه از این دو دانه ایش که تازه حاصل شده یک دانه از این یایی ای که باید گاز باشه که متساید شوه بره یا رسوب کنه تهنشین شوه غیر منحل شوه بشینه و یا که آب باشه آب تولید شوه در بین ازردو دو دهی سه حالت یا تولید رسوب تولید گاز تولید آب امکان داره که تعامل صورت بگیره در غیر از دو تعامل تعویزی دوگانه صورت نمیگیره اینجا بر ما بعضی مثال ها را آمده گفته و با هم کارشون میکنیم پولمبیم یا پولمبس کلوراید همراه لیتیم سلفید تعامل کرده و این مرکب رو آمده ساخته ما میخواییم بیایم این یک دانه را با همدیگه کار کنیم ببینین مثال ما و شما هست PbCl2 یا پولمبس کلوراید همراه لیتیم سلفید هر دو با هم تعامل کنن چی را می سازن قبل از اینکه اینا بخواین تعامل کنن باید اول بشکنن رابطه هایشان شکستاندن همیشه به خاطر داشته باشین شکستاندن همیشه از بین انصار اول و دوم صورت می گیره یکان استثناءات شال صرف نظر می گیریم همیشه از بین اول و دوم باز نگم، یگان استثناء داریم اونا رو من اینجا صرف نظر گرفتیم ازش خب میایم از اینجا مشکنان رو میره همیشه انصار اول مثبت است انصار دوم منفی است از کجا بتانیم تشخیص بتیم که این مثبت چند هست این منفی چند است دوستای عزیز همیشه فلورین و کلورین و برومین و آیودین اگر منفی باشن منفی یک هستن منفی یک همیشه شما وقتی میخواین چارج سرب را سرب پیدا شوه تعداد از یانسر ضرب چارج کنین دو ضرب یک میشه دو حاصل را تقسیم به تعداد ازی کنیم خب دو ضرب یک دو دوی که حاصل از تقسیم یک پس دوباره دو برامد. چارج چار مثبت دوست این هم از اینجا مشکنانیم همیشه شکستاندن از بین انصار اول و دوم صورت میگیره این دیگه انصار سوم است از اینجا کس نمشکنانیش همیشه انصار اول مثبت متباقی منفی خب این مثبت چندی منفی چند, ای منفیه چند. ببین ما همیشه مجهول را از روی معلوم پیدا می کنیم بعضی از عناصر معلوم است لیتیم معلوم است گروپ اول اصلی است عناصری که در گروپ اول اصلی قرار دارند چارجش مثبت یک است گروپ دو مثبت دو است گروپ سه مثبت سه است بنابراین ثابت است این مثبت یک است چند دانه مثبت یک دو دانه پس دو ضرب یک دو حاصل تقسیم تعداد از این میجه اکثر شاگرده اشتباه میکنه یک ای آیون مرکب است و وقتی که بگیم دو دور تقسیم از چار میکنه جوابشان ببرای نیم اینجا یک چار جزی بوده سفر اشاریه پنج در حالی که اشتباه است آیون های مرکب اگر شما داشتین اگر تو یک قوس داشتین بیرون قوس کدام زریب داشتین باز حاصل را میتونین بیرون قوس تقسیم کنین در غیر از او اگر قوس نداشتین یعنی اینمی آیون فقط یک دانه است شما یک دانه اس او 4 دارین دو دانه ندارین دو ضرب مثبت یک دو میشه دو تقسیم یک دانه نظمی پس دو میبره چهار جزی هم هست دو اگه بخواین تعویض شون میتونه جاهای دو دانه مثبت تعویض شوه اینو میگیم در کنکور سوال آمده تعویض کتیونی کدامش است اینی هر میگن تعویض کتیونی و این هر میگن تعویض انیونی منفی انیون میگن تعویز های انیونی کدام هاست تعویض های کتیونی عبارت هند از اینا رو به خاطر داشته باشید این دو تا تعویز کتیونی این تا تعویز انیونی میشه خب میتونیم جایی مثبت رو کرد از این مثبت تعویز کنیم یا جای منفی ها رو با هم تعویز کنیم یا تو ساده بگیم مثبت از دو منفی از ای یک جای میشه یک از دو یک جای میشه ای تو را گفتم دیگه خب لیتیم که از یک جای شد ببینین اینجا خوب تکنیک رو در نظر بگیرین لیتیم یک آیون ساده است ساده یعنی یک اتم است مرکب است اینی چون بیشتر از یک اتم است چند اتم است در آیون های ساده تعدادش انتقال نمیتین در آیون ساده تعداد انتقال نمیکنه بناهن فقط نوشته میکنین ال آی چارجش مثبت یک سی ال منفی یک ببین من تعداد ها را اصلا انتقال ندادم اگه نه یام دو بود یام دو بود وارش کار ندارم منفی یک منفی یک مثبت یک هر دو با هم خلاص میشن این مرکب بیخی سیس لیتیم کلوراید لیتیم کلوراید این یک دانش بود دومین مرکب از همین که ما شما ببینیم پی بی همراه SO4 SO4 یا سلفید یک آیون مرکب است چند دانه اتم داره در دا آیون مرکب تعدادش انتقال میتیم تعداد باید منتقل شود پس اول آیون مثبت PB مثبت دو بود اس او منفی دو بود مثبت دو و منفی دو با هم دیگه قابل اختصار هستن اختصارشان کردیم این مرکب حاصل شد دیگه کدام ذریب کار نداره در بین از این هر دو اینجا پیشوری از این یک کتاب یک تیر مانده به این معنا که اینمی رسوب میکنه و این غیر منحل هست بناهن امی تعامل تعویزی دوگانه امکانش هست که انجام شود یعنی در مورد این مثال بود پس یادتان باشه که همیشه در تعاملات تعویزی دوگانه باید یک طرف حتما رسوب کنه در غیر از او تعامل امکان پذیر نیست مثال دیگه در کتاب شما آمده گفته زنک بروماید به همراه سلور این نقره است سلور به انگلیسی میگن نایت ریت هر دوی از این تعامل کرده زنک چارج مثبت دو داره نقره چارج مثبت یک داره جای اینا آمده تبدیل شده به این ترتیب خب من همین مثال رو هم کار میکنم چون ای هم یک حالت داره که شما از رو بهتر میتونین باز بیاین بفامین هم یک حالت خاص خود را میتونه داشته باشه زنک بروماید زید ان بی آر دو جمع سلور نایتریت سلور نایتریت هر دوی ازی با هم تعامل کرده دقت کنین دوستا از این جایی جدا میشه همیشه آیون اول مثبت دوم منفی بروماید وقتی منفی باشه منفی یک است دو منفی یک منفی دو میشه منفی دو رو که تقسیم تعداد ازی کنی چهار جزیان پیدا میشه که مثبت دو بوده همیشه از بین انصار اول دوم مشکنه آیون نایتریت چارجش همیشه منفی یک است بسته اینمی آیون یک دان آیون نایترت داریم یک تقسیم تعداد از این هم میشه مثبت یک او منفی یک است مثبت یک جاهای اینا تبدیل میشه اینا با هم یک جای میشن بر ما شما میسازه ای جی یا سلور بی آر تعدادش ما اصلا انتقال نمیتون به خاطر از اینکه که این ساده است چارج سلور بود مثبت یک چارج بروماید منفی یک هر دو با هم دیگه اختصار میشه این یار مردوش ما اختصار کردیم جمع جمع چی؟ جمع زید این اول نوشته میشه باز این او سه پسان نوشته میشه امیر دقت کنین زید این مثبت دو است این او سه این منفی یک است چارج ها دیگه قابل اختصار نیست اینجا چیکار میکنیم؟ چهار از او زریب از میاریم میمونیم بدون علامه چهار از او زریب از چهار از این یک کس یک هیچ کس زریب نمیمونه ضرور نیست که انتقالش بتین بعد معلوم میشه چهار از این زریب از میمونیم چهار جزیره که زریب از اگر بانیم خود دور انتقال بتیم اگه تو نوشته کردیم بازه تو رو تو رو معنا میتی که دو فقط از اکسیژن است شما اگر میخواین این نشان بدیم که دو هم از اکسیژن است هم از نایتروژن است باید این یک دانه قوس بگیرین و او دور بیرون قوس بانین مثل از این شما با یک نفر رقم میتین اگه بخواین دو نفر خبر کنین نام اردوشو باید ذکر کنین دیگه داخل از اینو قید بسازین فلانی و فلانی اینجا معنی این نگه پس شما این قید ساختین زریب ماندین یعنی دو هم از تو هم از ایست اینال دو دانه منفی یک شد این شد منفی دو یا مثبت دو است چارج ها شد خلاص و این مرکب ما شده تکمیل این صفر ای با این خلاص دیگه یعنی نوشته دیگه نمیشه اصلا زنگ نایتریت در بین از این اینی یک دانه رسوب میکنه این غیر منحل است اما اون یک دانه رسوب نمیکنه اون منحل است خب من از کجا فهمیدم بسیار راحت است ساده است اما موضوعی است که در درس بعدی باز بخیر ما و شما ایره که از کجا بتانیم بشناسیم کدام مرکب منحل است کدام غیر منحل است این دومین مثال بود که باید همراه شما از کار میشد در اینجا مثال بعدی که از شباهت به همین مثال داره شما ایره خودتان میتانین پیش خود تمرین کنین کار کنین که ایره بتانین به دست بیارین و شکل عمومی از این تعاملات رو نوشته کرده AB جمع CD شده بر ما سی بی جمع ای دی را ساخته یعنی در حقیقت در اینجا ای به جای سی آمده ای دی شده سی به جای ای رفته این میشه تعامل تعویزی دوگانه دوستای عزیز موضوع دیگه که در این جهاز خوبی به صورت تجربی یک تجربه لابراتواری است که باید انجام میشده. و به صورت لابراتوری نشان میداد که یکی از مواد منحل میشه یکی غیر منحل است که رسوب سفید رنگ ایجاد شده به این ترتیب رسوب میکنه و موضوعی که کدام مواد منحل است و غیر منحل است بخیر خیر موضوع درس بعدی ما و شما هست که باز ما درس را در جلسه بعدی تعقیب خود کردیم رسیدیم به پایان درس امروزی خود امیدوار هستم درستان فهمیده باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما قرار میگیرم به الله یکتا